سلام به دوره آموزش روانشناسی رشد نکته و تست کنکور کارشناسی ارشد از مجموعه آموزش‌های فرادرس خوش اومدید. درس یکم رشد از تولد تا پیری. کودکی اول. در ابتدا با هم دیگه یک سری از لغات مهم رو مرور می‌کنیم. جهش. جهش تغییر ناگهانی در یک قسمتی از دی ان ای هست که باعث به وجود اومدن یه سری از ژن‌های مضر میشه. بعضی از جهش‌ها به دلیل عوامل محیطی و بعضی از اونها به دلیل عوامل خود انگیخته به وجود میان. رسش. زمانی که سیستم عصبی در طول رشد شروع میکنه به تکمیل شدن، باعث میشه که یک سری تغییرات اساسی به وجود بیاد. رسش همون تغییراتی هست که زمان و تکامل سیستم عصبی هر دو با هم دیگه در اون اثرگذارن. توارث پذیری. اینکه تفاوت‌های فردی تا چه اندازه به خاطر ژنتیک اتفاق میافتن، در تحقیقات توارث پذیری انجام میشه. توی این تحقیقات کل اعضای خانواده رو با هم دیگه مقایسه میکنن. در میزان تطابق درصد اون مواردی که هر دو قلو یه صفت رو نشون میدن به ما نشون میده. یعنی اگه دو قلوهای همانند بیشتر از ناهمانند شباهت داشته باشن، پس وراثت نقش مهمی داره. دامنه واکنشی هست. در پاسخ به وراثت، روانشناسان محیط رو هم مورد بررسی قرار دادن. دامنه واکنش یکی از اون اصطلاحاتی است که در این زمینه به ما کمک میکنه. میدونیم که هر کدوم از ماها یه واکنش خاصی رو به محیط نشون میدیم. البته این واکنش به ساخت ژنتیکی ما بستگی داره. هدایت کردن به چه معنی هست؟ اینکه ساختار ژنتیکی ما باعث میشه که رشد برخی از خصوصیاتمون فقط به یک تا چند تا پیامد محدود بشه. مثل رشد حرکتی و توالی اون که تو همه جای دنیا به یه شکل انجام میشه و این رفتار قویاً هدایت شده است. ولی یه صفتی مثلا مثل هوش هدایت نشده و ما میبینیم که در افراد مختلف متفاوته و محیط‌های مختلف میتونن باعث بشن که این صفت تغییر زیادی رو داشته باشه. همبستگی ژنتیک محیط. همبستگی ژنتیک محیط به سه نوع مختلف تقسیم بندی میشه. یه همبستگی انفعالی که خود کودک زیاد کنترل روش نداره. معمولا والدین یه محیطایی رو انتخاب میکنن که تحت تاثیر وراثت خودشونه. مثلا والدینی که خودشون ورزشکارن یک مکانی رو انتخاب میکنن که به آمادگی جسمانی بچه کمک کنه. توی همبستگی فراخوانشی بچه اون محیطی رو انتخاب میکنه که تحت تاثیر وراثتشه و اون پاسخدهی اولیه‌اش رو تقویت میکنه. و در نهایت همبستگی ژنتیک محیطی فعال که فراتر از خانواده خودشون میرن اما باز هم یک محیطهایی رو انتخاب میکنن که ژنتیکشون تعیین میکنه. موقعیت گزینی چی هست؟ اینکه ما گرایش داریم یک محیطهایی رو انتخاب بکنیم که وراثتمون رو تکمیل میکنن، موقعیت گزینی هست. و هر چقدر که سن بالاتر میره این موقعیت گزینی هم بیشتر میشه. و در نهایت چهارچوب اپیژنتیک نشون میده که رشد از تبادل دوتا جهتی بین هم وراثت و هم همه ی سطوح محیط ناشی میشه. یعنی ژن‌های ما روی رفتارمون اثر میذارن و از طرفی رفتارمون هم بر نمود اون ژن‌ها مؤثره. میرسیم به مراحل رشد پیش از تولد. چند مرحله وجود داره؟ اولین مرحله مرحله زیگوته. دومین مرحله مرحله رویانی و در نهایت به مرحله جنینی میرسیم. زیگوت معمولاً 14 روز طول میکشه تا زیگوت به یه توده سلولی به اسم مورولا تبدیل بشه و بعد به دیواره رحم متصل بشه. زمانی که به دیواره رحم متصل میشه بهش بلاستوستیزم میگیم و در نهایت وارد دوره رویانی که 3 ماه اول و وارد دوره جنینی میشیم. دوره جنینی با پیدایش سلولهای استخوانی شروع میشه. اما دوره رویانی شامل 3 تا لایه مختلف هست. لایه اکتودرم، مزودرم و آندودرم. از لایه اکتودرم که بیرونی ترین لایه رو تشکیل میده، دستگاه عصبی و پوست تشکیل میشن. مزودرم که همونطوری که در شکل میبینید لایه میانی هست، عضلات، استخوانبندی، دستگاه گردش خون و بقیه اندامها رو شکل میده. و در نهایت آندودرم که درونی ترین لایه هست، که دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری و غدد رو تشکیل میده. اما ما یک سری بازتاب‌هایی رو در نوزاد داریم. زمانی که نوزاد به دنیا میاد، بازتاب‌هایی رو ما میتونیم در نوزاد مشاهده بکنیم. بازتابی رو داریم به نام بازتاب مورو که زمانی که بچه دست‌هاشو بیرون میاره و به سمت بدن حرکت میده و حرکت در آغوش کشیدن رو نشون میده که در این تصویر ما میتونیم مشاهده کنیم، بازتاب مورو اتفاق افتاده. زمانی که کودک رو ناگهان از ناحیه سر رها می‌کنیم، دست‌هاش به حالت بغل کردن باز می‌کنه. بازتاب بعدی بازتاب بابینسکی هست. وقتی انگشت پای بچه رو به سمت پاشنه نوازش میکنیم، بچه پاش رو به سمت داخل خم میکنه و انگشتاش رو از هم باز میکنه. این بازتاب رو بابینسکی میگیم. با
بازتاب گونه که خیلی بازتاب ساده ای هست و حتما در نوزادانی که اطرافتون هستن مشاهده کردید. مثلا زمانی که شما کنار گونه یه بچه رو نوازش میکنید، سرش رو به سمت اون منبع نوازش برمیگردونه. و بازتاب گام برداری که در این شکل میتونید شما مشاهده بکنید. این بازتاب چه نوع بازتابی هست؟ زمانی که پای بچه یک سطح صاف رو نوازش بکنه و از قسمت بازوهاش ما اون بچه رو بگیریم، میبینیم که حالت راه رفتن و حالت گام برداری رو انجام میده. بازتاب مکیدن که خیلی بازتاب ساده ای هست و میدونیم که چقدر ارزش بقا داره، زمانی که یک شیء در نزدیکی دهانش قرار میگیره شروع به مکیدن میکنه. همچنین چنگ زدن که وقتی کف دست بچه رو شما لمس میکنید شروع میکنه دست شما رو میگیره. تونیک گردنی که بازتاب خیلی جالبی هست. وقتی که بچه بیدار هست و به پشتش دراز کشیده، اگه سرش رو به یه طرف برگردونین، یه بازوش رو جلوی چشمش در اون طرفی که سرش گردونده شده باز میکنه و بازوی دیگه‌اش رو خم میکنه. این بازتاب توی 4 ماهگی معمولا از بین میره، حالت شمشیر باز به خودش میگیره. و در نهایت بازتاب ته پا یا جایدهی. وقتی که ته پای بچه رو توی سطح صاف قرار بدیم، بچه پاشو عقب میکشه. اما رشد حرکتی بچه شامل چه قسمت‌هایی میشه؟ ما می‌بینیم که در رشد حرکتی توالی وجود داره و ابتدا رشد حرکتی ظریف اتفاق می‌افته و در نهایت رشد حرکتی درشت. رشد حرکتی ظریف مثل حرکت چنگ زدن و حرکت دادن انگشتاش، اما رشد حرکتی درشت مثل راه رفتن، سینه خیز رفتن، کارهایی که نیاز به عضلات درشت و بزرگش داره. یک نظریه به نام نظریه سیستم‌های پویایی رشد حرکتی وجود داره که طبق این نظریه رشد دستگاه عصبی مرکزی، توانایی که بدن برای حرکت نیاز داره، هدفی که کودک دنبال می‌کنه برای حرکت کردن و در نهایت حمایت‌های محیط از اون حرکت باعث میشن که یک بچه بتونه راه بره. بنابراین اگر رشد عصبی بچه به صورت کافی نباشه و بچه سن کمی رو داشته باشه، عضلاتش هنوز توانایی حرکت کردن نداشته باشن و بچه هدفی نداشته باشه، مثلا زمانی که بچه گرسنه‌ش هست و میخواد بره دنبال منبع تغذیه، خب اینجا هدف داره، سیستم عصبیش به یک حالت رشدی رسیده، همچنین ماهیچه‌هاش قوی شدن و مادرشون رو تشویق میکنه که حرکت کنه. این 4 عامل با هم دیگه نظریه سیستم‌های پویایی رشد حرکتی رو تشکیل میدن و باعث میشن که یک بچه بتونه حرکت بکنه. نکته دیگه این هست که دسترسی باعث میشه که رشد شناختی بچه خیلی تغییر بکنه و بهش کمک میکنه. اما دسترسی چه چیزی هست؟ حرکتهایی مثل چنگ زدن یا مثل سر و ته کردن اشیا دسترسی هست. در مورد رشد ادراکی بچه ها، اینکه اول ما متوجه بشیم که تفاوت احساس و ادراک چی هست؟ احساس یه فرایند نسبتاً منفعله، در صورتی که ادراک یک فرایند فعال هست. یعنی ما وقتی یه چیزی رو درک میکنیم، اون رو میبینیم، سازماندهیش میکنیم و تعبیرش میکنیم. در مورد ظرافت تشخیص چی؟ اینکه تیزی بینایی زمانی که بچه متولد میشه تیزی بینایی خوبی نداره و هر چقدر که سنش بیشتر میشه معمولاً توی 6 ماهگی به سطح بزرگسالی یعنی 20-20 میرسه. ادراک عمق، اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که اشیا چه فاصله ای رو از ما دارن، ادراک عمق رو تشکیل میده. ادراک طرح و صورت چطور؟ بچه‌ها معمولاً به محرک‌هایی که طرح‌دار هستن بیشتر نگاه می‌کنن و اونها رو بیشتر نسبت به محرک‌های ساده ترجیح میدن. مثلا یه نقاشی صورت انسان. هر چقدر که اینها بزرگتر میشن، طرح‌های پیچیده‌تر رو بیشتر ترجیح میدن. و این حساسیتی که نسبت به تضاد دارن، ترجیحات اولیه‌شون رو توضیح میده. ادراک چند وجهی خیلی اهمیت داره در رشد کودک. اینکه ما میتونیم اطلاعاتی که از حسای مختلفمون میگیریم رو یک پارچه کنیم. اطلاعات بینایی، اطلاعات شنوایی و غیره. و در نهایت در مورد این ادراک چند وجهی یک نظریه وجود داره به نام نظریه تمایز گیبسون، که به اعتقاد گیبسون بچه ها به جستجوی چیزی میرن که نظم و ثبات داشته باشه. در مورد خلق و خویی که بچه ها در آغاز دارن، ما چند تا واژه رو داریم. یکیش واکنش پذیریه، که واکنش پذیری اون سرعت و شدت برانگیختگی هیجانی، اون توجه و فعالیت حرکتی که بچه داره رو میسنجه که نسبت به یک محرک هیجانی چطوری بچه واکنش نشون میده. خودگردانی، راهبردهایی که واکنش پذیری رو تغییر میدن. و در نهایت مدل خلق و خو، که یک مدل خلق و خوی توماس و چس رو داریم که در این مدل بچه ها رو به 3 دسته تقسیم بندی می کنن. کودک راحت، کودک دشوار و کودک کنجوش. بچه هایی که کودک های راحت تقسیم بندی میشن، معمولاً با برنامه های روزمره مثل خوابیدن و تغذیه خیلی زود خو می گیرن. سرحال هستن، خیلی گریه نمی کنن. از همه بتر بچه های دشوار هستن،
این بچه ها معمولا برنامهشون نامنظمه. وقتی یه تجربه جدید دارن رو به سختی اون رو قبول میکنن. خیلی هم به صورت منفی و شدید واکنش نشون میدن. و بچه هایی که کنجوشن، این بچه ها معمولا نافعال هستن و واکنش های ملایم و کندی رو دارن. وارد کودکی دوم میشیم. هر چقدر که بچه بزرگتر میشه، رشد زبانش بهبود پیدا میکنه در کودکی دوم و اتفاقی که میفته خطای تنظیم مفرد هست. یعنی وقتی که بچه ها میان اون شاخص های دستوری و گرامری رو یاد میگیرن، بعضی وقتا اون رو به کلمه هایی که استثنا هستن هم زیادی گسترش میدن که به این اتفاق خطای تنظیم مفرد گفته میشه. یه اتفاق دیگه که در کودکی دوم میفته، کوتولگی روانی اجتماعی هست. به معنای اینکه بچه رشد نمیکنه و قدش بلند نمیشه، خیلی ضعیفه و این کوتولگی ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد غذایی و معدنی نیست، بلکه به دلیل محبت و کمبود حمایت های عاطفی والدین هست که اتفاق میفته. در مورد خود کودکان، ما یک خود فاعل رو داریم. خود فاعل هم خودی هست که عمل کننده است، دانا هست و از دنیای پیرامونی مجزا هست. با گذشت زمان تغییری نمیکنه. اون زندگی خصوصی که هر کدوم از ماها داریم به خود فاعلمون نسبت میدیم. خود مفعول، این خود مفعول، مفعول دانش هست. از یه ویژگی های تشکیل میشه که خودش رو منحصر به فرد میکنه. خصوصیات روانشناختی مثل امیال، مثل نگرش ها، عقایدی که وجود داره. خودپنداره چی هست؟ ما وقتی میخوایم خودمون رو توصیف کنیم، زمانی که خود فاعل ما خیلی تثبیت شده هست، ما میایم پرورش خودپندارم رو شروع میکنیم. خودپنداره اون صفاتی هست که ما برای خودمون نسبت میدیم، توانایی هامون، نگرش هامون، ارزش هامون و در نهایت عزت نفس، که اون قضاوت هایی هست که ما در مورد ارزش خودمون و احساس های مرتبط با این قضاوت ها داریم. نقشیابی جنسیتی در دوره کودکی دوم اتفاق میفته. ما یک نظریه رو داریم تحت عنوان نظریه تحواره جنسی، که توی این نظریه عنوان میشه که ما یادگیری اجتماعیمون و از طرفی شناختی رشدیمون، ما اینها رو با همدیگه ترکیب میکنیم و جلوی فشارهای محیطی رو میگیریم و باعث میشه که این شناخت کودک به یادگیری نقش جنسیش کمک بکنه. هویت یابی جنسی چی هست؟ اینکه ما از خودمون یه برداشت داریم که خصوصیتمون مردانه هست یا زنانه. این هویت جنسی پیشبین خیلی خوبی برای سازگاری روانشناختی هست. و در نهایت نظریه شناختی رشدی، که ما چطوری میتونیم رفتارهای متناسب با جنسیتمون رو نمایان بکنیم و در موردش فکر بکنیم. در تحقیقاتی که انجام شده، انواع فرزندپروری مشخص شده. یکی از انواع فرزندپروری، فرزندپروری مقتدرانه است که بهترین نوع فرزندپروریه. توی این نوع فرزندپروری، پدر مادر معمولاً پذیرش خیلی زیادی رو در روابط نزدیک دارن. بچه‌هاشون رو کنترل می‌کنن، اما این روش کنترل سازگارانه هست و از طرفی استقلالی که به بچه‌هاشون میدن مناسبه. یه نوع فرزندپروری داریم که مستبدانه است. توی این نوع فرزندپروری رابطه پدر و مادر با بچه خیلی کمه. از طرفی بچه‌هاشون رو خیلی کنترل می‌کنن و بهشون استقلال خیلی کمی میدن. در اینجا کنترل روانشناختی اتفاق می‌افته. یعنی اون ابراز کلامی فردی و دلبستگی که کودکان دارن خیلی کمه. یه فرزندپروری دیگه داریم که فرزندپروری آسانگیرانه هست. که یک والدین هستن که خیلی مهرورزن، خیلی پذیرا هستن، اما هیچ توقعی از بچه ندارن. کنترل کمی بهشون دارن. از طرفی تو هر سنی که باشن بهشون استقلال عمل میدن، حتی اگه بچه برای اون کار آماده نشده باشه. و در نهایت فرزندپروری بی‌اعتنا. توی این نوع فرزندپروری روابط خوب کمه، کنترل کمه و کلا نسبت به همه چیز بی‌تفاوتی وجود داره. در اینجا غفلت اتفاق میفته. وارد دوره کودکی سوم میشیم. یک سری از مشکلات جسمانی رو در کودکی سوم شاهدش هستیم. توی این سن چون بافت چربی خیلی سریعتر از بافت ماهیچه رشد میکنه، ممکنه توی بعضی از بچه‌ها باعث چاقی بشه. یه نظریه ذهن رو ما در کودکان دبستانی داریم که ما میدونیم که توی این سن گنجایش حافظه فعال بچه‌ها افزایش پیدا میکنه، توجهشون گزینشی‌تر میشه، راحت‌تر میتونن اطلاعات رو سازماندهی بکنن، بستشون بدن. این شیوه‌ها خیلی بهتر انجام میشه. از طرف فراشناختشون هم خیلی تقویت میشه و میتونن در مورد اون فعالیت‌های ذهنیشون بیشتر فکر بکنن. خودگردانی هیجانی هم در کودکی سوم اتفاق میفته. یعنی که بچه‌ها میان از کنار اومدن مشکل مدار استفاده میکنن، یعنی اون موقعیت رو ارزیابی میکنن، مشکلشون رو مشخص میکنن، در موردش فکر میکنن و در نهایت تصمیم گیری میکنن. البته بعضی وقتا هم کنار اومدن هیجان مدار هست که درونی و خصوصیه و هدفش فقط کاهش اون هیجان های منفیه، زمانی که یک مشکلی وجود داره که خیلی نمیشه راجبش کار خاصی انجام داد.
یه اتفاق دیگه که در کودکی سوم اتفاق میفته رشد اخلاقی هست، که یک روانشناسی به نام دامون آزمایش های انجام داده و عقاید بچه ها رو توی سن کودکی سوم بررسی کرده. سه نوع رشد اخلاقی رو ما میتونیم ببینیم. از 5-6 سالگی معمولا بچه ها به برابر دقیق اعتقاد دارن، یعنی میگن شایستگی مهم نیست، همه باید به یک میزان از یه چیزی سهم ببرن. وقتی که 7 ساله میشن امتیازه که اهمیت داره، یعنی میگن اون کسی که بیشتر تلاش کرده بیشتر هم باید سهم ببره، و در نهایت به برابری و احسان میرسن در 8 سالگی، که اینجا گفته میشه که توجه خاصی باید به افراد محروم بشه. روابط با همسالان در کودکی سوم خیلی گسترش پیدا میکنه. از طرفی اینکه یک بچه چه اندازه توسط اون همسالانش به عنوان یک شریک اجتماعی با ارزش در نظر گرفته میشه اهمیت زیادی رو توی رشد داره، و از طرفی اون پذیرش همسالان هم پیشبین قدرتمندی برای سازگاری روانشناختیه. و نقشیابی جنسیتی که بچه های دبستانی خودشون رو بر اساس اون صفات کلی که دارن توصیف میکنن، و همین باعث میشه که هویت جنسیشون گسترش پیدا بکنه. وارد نوجوانی میشیم. در نوجوانی بلوغ اتفاق میفته، که یک سری مسائل جسمانی رو باهاش مواجه هستیم و یک سری مسائل روانشناختی که میدونیم تغییرات هورمونی، جهش رشد، رسش جنسی و غیره اتفاق میفتن. در مورد تاثیرات روانشناختی که در بلوغ اتفاق میفته، خب یکیش خودمیانبینی هست که خیال بافی شخصی دارن و فکر میکنن که افراد خیلی مهمی هستن. از افرادی که صاحب قدرت هستن انتقاد میکنن، تمایل به مجادله دارن، دوست دارن که خیلی به خودشون توجه کنن، و در مورد بسیاری از مسائل دچار بلا تصمیمی و بلا تکلیفی میشن. یک دیدگاه در مورد نوجوانی دیدگاه پردازش اطلاعات هست، که طبق این دیدگاه مهارت‌های ذهنی جدیدی برای نوجوان پیدا میشه که باعث میشه یه سری تغییرات کیفی توی این شناخت اتفاق بیفته. توی این مرحله فرد میتونه به اون چیزی که هست فکر کنه، همینطور به اون چیزی که میتونه باشه هم فکر بکنه. اما یک سری پیامدهای تغییرات شناختی اتفاق میفتن، که این تغییرات شناختی شامل خودمیانبینی میشه. اون اعتقادی که نوجوان نسبت به خاص بودن خودش داره باعث میشه که یک خیال شخصی رو داشته باشه، فکر میکنه که هیچ وقت نابود نمیشه. به همین دلیل هست که معمولا نوجوانها دست به کارهای ریسکی و خطرناک میزنن، و فکر میکنن که یک افسانه شخصی رو برای خودشون دارن، که این افسانه شخصی باعث میشه که بیان از صاحبان قدرت انتقاد بکنن، فکر میکنن که منحصر به فرد هستن و با بقیه متفاوتن. وارد دوره جوانی میشیم. در دوره جوانی یک نظریه تحت عنوان نظریه پری وجود داره، که بر اساس این نظریه یک شناخت معرفتی اتفاق میفته، و نظریه لابووی ویف که تفکر عملگرایانه و پیچیدگی شناختی هیجانی رو شامل میشه. بر اساس این نظریه زمانی که فرد به تفکر عملگرایانه میرسه دیگه از تضادها ناراحت نمیشه، سعی میکنه که انتقادها رو بپذیره، ویژگیهای مختلف افراد رو بپذیره و تفکر مثبتی رو داشته باشه، و پیچیدگی شناختی هیجانی که اتفاق میفته باعث میشه که فرد آگاهیش رو در مورد دیدگاههای سایر افراد، انگیزه های خودش، انگیزه های دیگران بالا ببره، و این پیچیدگی هیجانی شناختی ویژگی مهم هوش هیجانی در بزرگسالان. چرخه زندگی و سبک زندگی بزرگسالان به چه صورت است؟ انتخاب شغل اهمیت خیلی زیادی رو داره. انتخاب شغل معمولا چند تا دوره داره. یک دوره خیالی هست که اوایل و اواسط کودکی اتفاق میفته و بچه ها به دنبال اون شغل های پرزرق و برق و تحت تاثیر آشنایانشون قرار دارن. یک دوره دودلی اتفاق میفته که بین 11 تا 16 سالگیه. معمولا اینجا بیشتر به اون تمایلات درونی و استعدادهاشون توجه میکنن. و در نهایت یک دوره واقع‌گرایی که در جوانی هست و دیگه با توجه به استعدادهاشون شغل خودشون رو انتخاب میکنن. در میان سالی یکی از نظریه های خیلی مهم نظریه لوینسون هست که مراحل زندگی رو شرح میده. دوره اولی که شرح میده ساختار زندگی که توصیف میکنه مربوط میشه به رویاها و مشاورانی که هر فرد داره. یعنی توی اون انتقال اوایل بزرگسالی معمولا جوانها یک سری رویاهایی رو برای خودشون میسازن، یک تصویری از خودشون دارن که توی بزرگسالی چه کارهایی رو باید انجام بدن، و یک مشاورانی که به تحقق رویاهاشون کمک میکنن. در مرحله دوم که از 30 سالگی فرد انتقال پیدا میکنه به یک سری دوره‌های پایدار میرسه، و در نهایت مرحله سوم که اینجا دیگه سر و سامون پیدا میکنن مردها، و البته زنان بی‌ثبات‌تر هستن باز هم، به این دلیل که مردها شغل ثابتی دارن و انتخاب‌هاشون خیلی راحت‌تر هست، اما زنان باید تحصیلاتشون رو ادامه بدن. از طرفی ازدواج کردن و بچه دار شدن تاثیر خیلی زیادی رو روی وقت خانم‌ها میگذاره، و این انتخاب شغل برای خانم‌ها با
مشکل مواجه میشه. به همین دلیل بی‌ثباتی رو در زنان مشاهده میکنیم. اما در مورد پیری، یک نظریه در مورد پیری وجود داره تحت عنوان نظریه فولر که مراحل رشد ایمان رو بررسی کرده. اولین مرحله، مرحله شهودی فرافکنی هست که توی این مرحله معمولا اون خیالها و تقلیدهایی که توی بچه ها هست باعث میشه که تحت تاثیر اون داستانها و رفتارها قرار بگیرن که ایمان بزرگسالانشون نشون میده. در مرحله بعدی اسطوره‌ای کلمه به کلمه هست، بچه ها شروع میکنن به درونی کردن اون داستانهایی که شنیدن، اون عقایدی که جامعه مذهبیشون داره و کلمه به کلمه اون رو به اصطلاح جذب میکنن. در مرحله بعدی که تصنعی عرفی هست، معمولا نوجوان‌ها یک رشته عقایدی رو پیدا می‌کنن، یک ارزش‌هایی رو پیدا می‌کنن که عمیقاً اون رو احساس می‌کنن. البته هنوز به صورت منظم اون رو بررسی نمی‌کنن و می‌دونیم که در این سن به دلیل اینکه هویت هم در حال شکل‌گیری هست، ایمان هم به این شکل بررسی میشه. و در نهایت مرحله فردگرایانه تأملی. زمانی که افراد به این مرحله، یعنی مرحله فردگرایی تأملی میرسن، در مورد اون عقاید و ارزش‌هایی که دارن تأمل می‌کنن و اونها رو نقد می‌کنن و می‌دونن که یک سری دیدگاه‌های دیگه هم وجود داره و ممکنه که با گذشت زمان اون دیدگاه‌ها رو اصلاح بکنن. در مورد نظریه مرگ، یک نظریه به نام نظریه کوبلر راس هست که مواجهه با مرگ رو شامل چند مرحله میدونه. اولین مرحله انکار هست. زمانی که به بیمارانی که در حال مرگ هستن گفته میشه که دارن میمیرن، اولین واکنش اونها انکار هست. دومین واکنش خشمه و اونها پرخاشگری زیادی رو نسبت به افرادی که سالم هستن و نسبت به پزشکان و حتی خانوادهشون نشون میدن. در مرحله بعدی شروع به چانه‌زنی میکنن، دعا میکنن، تلاش میکنن که زنده بمونن و مدام با دکترشون صحبت میکنن. در نهایت زمانی که میپذیرن که دیگه کار از کار گذشته، دچار افسردگی میشن. و مرحله آخر که مرحله پذیرش است و افراد مرگ رو میپذیرن. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 91، سوال 84. نخستین ساختارهای استخوانی کودک در کدام دوره از دوره‌های جنینی به وجود می‌آید؟ 1. 5 ماه پس از تشکیل سلول تخم. 2. از هفته 3 تا 8 پس از لقا. 3. حدود 2 ماهگی و پایان دوره رویانی. و 4. از پایان هفته 2 تا پایان هفته 8 رویان. پاسخ صحیح ما گزینه 2 هست که سلول‌های استخوانی کودک از هفته 3 شروع به تشکیل میکنن. و اگه خاطرتون باشه گفتیم زمانی که سلول‌های استخوانی کودک شروع به رشد میکنن، اون لحظه دوره رویانی شروع میشه. بنابراین پاسخ صحیح ما از هفته 3 تا 8 پس از لقا هست. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 91، سوال 85. اولین حافظه قابل تشخیص در شیرخواران 2 تا 3 ماهه کدام است؟ 1. کوتاه مدت. 2. بازشناسی. 3. حافظه ضمنی. و 4. حافظه شنیداری. اولین حافظه، حافظه بازشناسی هست که آزمایش هایی که برای تشخیص حافظه در نوزادان و شیرخواران انجام میشه، حافظه آزمون ترجیحات هست. یعنی چند تا تصویر رو برای بچه قرار میدن و زمانی که سرش رو به سمت هر کدوم نگه میداره و بیشتر نگاه میکنه، میتونن اون حافظه رو تشخیص بدن و ببینن که آیا حافظه کودک در اینجا کار میکنه یا نه. که حافظه بازشناسی یعنی که دو تا تصویری که قبلا دیده، اگه دوباره به کودک نشون بدن و با یک تصویر دیگه‌ای که تا حالا ندیده همراه بشه، بچه بیشتر به تصویر نگاه میکنه که اون رو قبلا دیده و اینطوری حافظه بازشناسی بچه کاملا مشخص میشه. اما حافظه شنیداری یا ضمنی و کوتاه مدت بعد از اینکه حافظه بازشناسی تکمیل شد شکل میگیرن که این حافظه کوتاه مدت میتونه کمک بکنه در دلبستگی. همچنین حافظه ضمنی به مهارت‌های شیرخوار کمک میکنه و در نهایت حافظه شنیداری که کمک زیادی رو در ثبت اون اطلاعات شنیداری میکنه. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 92، سوال 88. خطای کمگسترانی مصداق ناظر بر کاربرد کدام موضوع است؟ 1. مصداق محدود برای کلمات جدید. 2. محدود همه کلمات یاد گرفته شده. 3. یک کلمه در مورد مجموعه گسترده تر اشیا. و 4. واژه های بسیار محدود برای یک مصداق. زمانی که کودکان نوپا یادگیری زبان رو شروع می کنن، دچار خطای کمگسترانی مصداق میشن و معمولاً مصداق محدودی رو برای کلمات جدید استفاده میکنن. به طور مثال از کلمه باز برای پوست کندن میوه، باز کردن در استفاده میکنن یا کلمه ماشین رو برای ماشین، قطار و هواپیما به کار میبرند.
اما هر چقدر که میزان واژه های اونها بیشتر میشه، خطای کم گسترانی مصداق هم کم میشه و به مرور ما شاهد کم شدن این خطا هستیم. بنابراین پاسخ صحیح ما گزینه یک هست، یعنی مصداق محدود برای کلمات جدید. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 92 سال 81. در دوره رویانی بر اثر جابجایی سلولی چه اتفاقی می‌افتد؟ گزینه یک، سلول‌های جدید راهشان را با گذشتن از سلول‌های قدیمی‌تر باز می‌نمایند. گزینه دو، سلول‌های قدیمی راهشان را با گذشتن از سلول‌های جدیدتر باز می‌کنند. گزینه سه، اولین سلول متولد شده توسط سلول‌هایی که بعداً متولد می‌شوند به سمت بیرون رانده می‌شوند. و گزینه چهار، اولین سلول متولد شده سلول‌هایی را که بعداً متولد می‌شوند به سمت بیرون می‌رانند. پاسخ صحیح ما گزینه دو هست. به این شکل که هر چقدر سلول‌های جدیدتری تشکیل میشن، سلول‌های قدیمی به سمت بیرون راه پیدا می‌کنن و سلول‌های جدیدتر در مرکز قرار می‌گیرن. به این شکل هست که میگیم سلول‌های قدیمی راهشون رو با گذشتن سلول‌های جدید باز می‌کنن. بنابراین جابجایی سلولی در دوران رویانی به این شکل اتفاق می‌افته و گزینه یک کاملاً برعکس هست. همچنین گزینه سه، زمانی که گفته میشه اولین سلول متولد شده توسط اون سلول هایی که بعداً متولد میشن به سمت بیرون رانده میشن. شاید این گزینه در نگاه اول زمانی که با گزینه دو مقایسه میکنید یک مفهوم رو میرسونه، اما اشتباه این گزینه این هست که سلول های جدید باعث نمیشن که سلول های قدیمی به بیرون راه پیدا بکنن، بلکه خود سلول های قدیمی به بیرون راه پیدا میکنن. و گزینه چهار، اولین سلول متولد شده سلول هایی را که بعداً متولد میشن به سمت بیرون میرانند، شبیه گزینه یک هست و این دوتا گزینه گفتیم که اشتباه هستن. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 93 سال 81. هیکل دراز و لاغر، دست و پاهای لاغر رو کشیده. نارسایی های قلبی و ناهنجاری های چشمی به ویژه در عدسی ها بیانگر کدام سندروم است؟ یک، مارفان. دو، هانتینگتون. سه، تیساگز. و چهار، هموفیلی. این بیماری ها را اگه بخوایم با همدیگه یک مرور داشته باشیم، بیماری هانتینگتون یک بیماری ارثی هست که معمولا در افراد بروز پیدا نمی کنه تا زمانی که این افراد به سن 35 به بالا می رسن. در اون زمان هست که این بیماری خودش رو نشون میده و بعد از مدتی باعث کشتن فرد میشه. بیماری تی ساکس، این بیماری در افرادی اتفاق میفته که عمدتاً یهودی هستن و خاص این افراد هست که البته به چند دسته تقسیم میشه و در همه اون افرادی که به این بیماری مبتلا میشن از یک اختلال بینایی شروع میشه و سلولهای بیناییشون به دلیل چربی زیادی که دورش تشکیل میشه باعث کوری میشه. پس تیساکس با اختلال در بینایی مشخص میشه. و در نهایت هموفیلی. هموفیلی یک بیماری خونیه، در بعضی از افراد اتفاق میفته، به چند نوع ماژور و مینور تقسیم بندی میشه و گزینه صحیح ما که همون گزینه یک هست، سندروم مارفان بیماری هست که با اون هیکل دراز و لاغر، اون دست و پاهایی که لاغر و کشیده هستن و در نهایت نارسایی های قلبی که اتفاق میفته مشخص میشه. در سندروم مارفان هم نارسایی در چشم رو ما میتونیم ببینیم، اما این نارسایی در عدسی ها هست و به دلیل بافت چربی نیست، همون اتفاقی که در تیساکس میافتاد. بنابراین تفاوت این دوتا رو بدونیم که سندروم مارفان علاوه بر اختلالی که در بینایی ایجاد میکنه، در ظاهر هم با ویژگی های دراز و لاغر بودن، لاغر و کشیده بودن دست و پاها مشخص میشه، در صورتی که در ظاهر افراد تیساکس به جز اون اختلال بینایی ما مشکل دیگه ای رو نمیتونیم ببینیم. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 93 سال 82. سلول های گلیال چه مسئولیتی دارن؟ یک، تمایز یافتگی. دو، میلندار شدن. سه، جانبی شدن مغز. و چهار، ثابت نگه داشتن رشد. میدونیم که چند دسته سلول عصبی داریم. سلول های عصبی به نام نورون ها، که نورون ها وظیفه دارن که پیام های عصبی رو منتقل بکنن و میدونیم که از آکسون، دندریت و جسم سلولی تشکیل میشن.
اما سلول های گلیال هم یک دسته دیگری از سلول های عصبی هستند که وظیفه های مختلفی دارند. یکی از وظایفی که این سلول های گلیال بر عهده دارند میلندار شدن سلول های عصبی هست و از طرفی وظیفه تغذیه سلول های عصبی رو هم بر عهده دارند. میدونید که میلندار شدن سلول اهمیت خیلی زیادی داره و این میلندار شدن علاوه بر این که باعث تغذیه و رشد اون سلول عصبی میشه، باعث میشه که پیام ها به شدت بیشتری و با سرعت بیشتری انتقال پیدا بکنن. بنابراین سلول های گلیال که باعث میلندار شدن میشن اهمیت خیلی زیادی رو دارن. در بیماری مثل MS که میلر سلول ها از بین میره، افراد به این بیماری دچار میشن و پیام های عصبیشون به راحتی انتقال داده نمیشه و میبینیم که خیلی کند میشه و این افراد دچار مشکلات مختلف مثل مشکلات دیداری و حرکتی مختلفی میشن. بنابراین یکی از وظایف سلول های گلیال میلندار شدن سلول های عصبی هست. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 سوال 71: کدام بخش از دستگاه عصبی در واکنش‌های اجتنابی، مردم آمیزی و کمرویی نقش برجسته‌ای دارد؟ 1. مخچه، 2. بادامه، 3. جسم پینه‌ای و 4. قطعات آهیانه‌ای. در مورد مخچه اطلاعات خیلی زیادی وجود داره و میدونیم که مخچه وظیفه حرکتی و هماهنگ کردن واکنش‌های حرکتی رو بر عهده داره. جسم پینه‌ای قسمتی هست که ارتباط بین نیمکره راست و نیمکره چپ رو تشکیل میده و باعث میشه که پیام‌ها از یک نیمکره به نیمکره بعدی منتقل بشن. قطعه آهیانه چطور؟ این قطعه شامل قسمت‌های مختلفی میشه که میتونه ویژگی‌های مختلفی مثل ادراک، مثل واکنش‌های حرکتی و غیره رو انجام بده. اما بادامه مغز یا آمیگدال که قسمتی از دستگاه لیمبیک هست و میدونیم که دستگاه لیمبیک خودش در هیجانات نقش خیلی زیادی رو داره و بادامه که خودش قسمتی از دستگاه لیمبیک هست در واکنش‌های اجتنابی، در واکنش‌های مردم‌آمیزی از طرفی کمرویی نقش خیلی زیادی رو داره. در واکنش‌های هیجانی مثل ترس و وحشت هم بادامه نقش خیلی مهمی رو ایفا می‌کنه که می‌بینیم پاسخ صحیح ما هم گزینه 2 یا بادامه یا اسم دیگرش آمیگدال هست که در این قسمت به درستی به اون اشاره شده. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 سوال 72: جان هالند معتقد است که جوانان چند مرحله رشد شغلی را سپری می‌کنند تا سرانجام به شغل مورد نظر خود دست پیدا کنند. از نظر وی نخستین دوره رشد شغلی کدام است؟ 1. تبلور، 2. دودلی، 3. خیالی و 4. واقع‌گرایی. همونطوری که قبلا اشاره کردیم چند دوره شغلی رو افراد پشت سر می‌گذرونند. اولین دوره‌ای هست که افراد به صورت خیالی در مورد رشد شغلیشون تصوراتی رو دارن. مثلا وقتی شما از یه بچه میپرسین که چه شغلی رو میخوای در آینده انتخاب کنی، میبینیم که بسیار از بچه‌ها پزشکی یا خلبانی و غیره رو انتخاب میکنن که البته در طی سالهای اخیر این قضیه کم رنگ‌تر شده. اما به صورت خیالی شغل‌های خیلی زیادی رو برای خودشون در نظر میگیرن که اون شغل‌ها خیلی پرزرق و برقه. که گزینه صحیح ما بنابراین همون گزینه 3 میشه که نخستین دوره شغلی همون دوره خیالی هست. بعد وارد دوره دودلی میشن و میتونن در مورد انتخابهایی که هست فکر بکنن که معمولاً بین 11 تا 16 سالگی این دودلی اتفاق میفته و در نهایت در دوره جوانی وارد دوره واقع‌گرایی میشن که اینجا بر اساس 2 معیار کاوش و تبلور که در گزینه 1 بهش اشاره شده شغلشون رو انتخاب میکنن، یعنی اطلاعات بیشتری به دست میارن که بتونه با اون خصوصیت شخصیشون مرتبط باشه و در نهایت تبلور اتفاق میفته، یعنی اون طبقه شغلی کلی رو روش تمرکز میکنن و شروع به آزمایش کردن اون میکنن تا ببینن آیا اون شغل رو میتونن انتخاب بکنن یا نه. بنابراین دوره شغلی از خیالی شروع میشه، به دودلی میرسه و در نهایت واقع‌گرایی که بر اثر 2 ملاک کاوش و تبلور اتفاق میفته و پاسخ صحیح ما در این تست گزینه 3 یا همون دوره خیالی هست. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 سال 73: خودکشی در 2 تیپ از نوجوانان روی می‌دهد. گروه اول شامل نوجوانانی است که باهوش و گوشه‌گیر هستند. در گروه دوم چه نوع ویژگی‌هایی مشاهده می‌شود؟ 1.
زود انگیختگی، 2 از خود بیگانگی، 3 ایهام نقش و 4 گرایش ضد اجتماعی. پاسخ صحیح ما گزینه 4 یا گرایش ضد اجتماعی هست که در این گروه از بچه ها برای جلب توجه و برای حل اون اختلالی که این افراد دارن به خودکشی روی میارن. از طرف یک سری از نوجوان ها هستن که خیلی باهوش هستن و گوشه‌گیرن و احساس میکنن که کسی اونها رو درک نمیکنه، پس باهوش بودن و گوشه‌گیر بودن باعث میشه که این افراد خودکشی کنن. و در اون سمت طیف افرادی که گرایش ضد اجتماعی دارن به سمت خودکشی روی میارن. اما اینکه این افراد زود انگیخته باشن که در افرادی که گرایش ضد اجتماعی یا سایکوپات دارن اتفاق میفته. بنابراین زود انگیختگی یکی از ویژگی های فردی هست که گرایش ضد اجتماعی داره. همچنین از خود بیگانگی یکی از صفات این افراد هست. ایهام نقش هم که البته بیشتر در افراد با اختلال شخصیت مرزی وجود داره، ولی باز هم در افرادی که گرایش ضد اجتماعی یا سایکوپات دارن به چشم میخوره. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 سوال 78. در رشد حرکتی تسلط یافتن بر مهارت‌های حرکتی مستلزم فراگیری چه فرآیندی است؟ گزینه 1 توالی رشد حرکتی، گزینه 2 رشد حرکتی ظریف، گزینه 3 سیستم‌های عمل پویا و گزینه 4 تنوع فرهنگی در رشد حرکتی. پاسخ صحیح ما گزینه 3 هست. اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم که نظریه سیستم‌های عمل پویا 4 تا فرایند رو برای مهارت‌های حرکتی برمی‌شماره که باید یک فرد، یک بچه، سیستم عصبیش رشد کافی کرده باشه. از طرفی ماهیچه‌هاش و اون سیستم ماهیچه‌ای باید رشد پیدا کرده باشه. همچنین اون بچه باید یک هدفی رو دنبال کنه و در نهایت محیط از اون هدف حمایت بکنه. وقتی این 4 ویژگی با هم اتفاق میفته، طبق نظریه سیستم‌های عمل پویا بچه‌ها بر مهارت‌های حرکتیشون تسلط پیدا میکنن. اما رشد حرکتی ظریف خودش قسمتی از این سیستم عمل پویا هست که باید به یک رشدی برسه. یا توالی رشد حرکتی رو باز ما میشیم در زیر مجموعه این سیستم های عمل پویا ببینیم. و اینکه در گزینه 4 اشاره شده که تنوع فرهنگی در رشد حرکتی میتونه موثر باشه، این قضیه وجود داره اما به شکل خیلی کم رنگ و معمولا رشد حرکتی چیزی هست که تحت تاثیر ژنتیک واقع شده و معمولا در همه بچه‌های جای جای دنیا این رشد حرکتی یک توالی ثابتی رو در پی داره. یعنی بچه اول میشینه، بعد 4 دست و پا راه میره، در نهایت میتونه بایسته و راه بره و بعدش از پله‌ها پایین رفتن و غیره که این رشد حرکتی ظریف و رشد حرکتی درشت رو می‌طلبه. بنابراین تسلط یافتن بر مهارت‌های حرکتی مستلزم سیستم‌های عمل پویا یا همون 4 ویژگی که اشاره شد داره. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 94 سوال 89. محور اصلی نظریه جیمز فولر، نظریه پرداز دوران پیری، کدام است؟ 1 تمامیت و یکپارچگی، 2 کمال طلبی و دوراندیشی، 3 خردورزی و مسئله گشایی و 4 معنویت و دینداری. همونطوری که قبلا اشاره کرده بودیم، نظریه فولر در مورد معنویت و دینداری که در گزینه 4 بهش اشاره شده صحبت میکنه و مراحل این نظریه شامل شهودی فرافکنی هست که همون خیال پردازی و تقلید در بچه‌ها رو شامل میشه که تحت تاثیر داستان‌ها و رفتارها قرار میگیرن. در مرحله بعدی اسطوره کلمه به کلمه هست که وقتی بچه‌ها شروع میکنن اون عقاید، اون داستان‌هایی که شنیدن در جامعه مذهبی خودشون رو درونی میکنن و اون رو کلمه به کلمه جذب میکنن. مرحله تصنعی عرفی که در زمان نوجوانی اتفاق میفته و بچه‌ها سعی میکنن که بگردن اون عقایدی که وجود داره، ارزش‌هایی که داره، اونها رو احساس کنن به صورت عمیق. البته خیلی هنوز اونها رو بررسی نکردن و این باعث میشه که بتونن هویت خودشون رو شکل بدن. و در نهایت وارد مرحله فردگرایی تأملی میشن که افرادی که به این مرحله میرسن عقاید و ارزش‌هاشون رو در موردش فکر کردن و اونها رو میدونن. مرحله آخر مرحله ایمان عطفی هست که در پیری اتفاق میفته و این افراد یک دیدگاه گسترده‌ای رو در مورد جهان دارن و نمیتونن دیگه در مورد اون شکنجه و آزار و بی‌عدالتی که وجود داره در جامعه تاب بیارن. این افراد میان در برابر ظالم‌ها می‌ایستن. یه افراد بزرگی، رهبران بزرگی
مثل گاندی، مثل لوتر کینگ، افرادی هستن که به مرحله ایمان عطفی رسیدن. بنابراین محور نظریه جیمز فولر معنویت و دینداری هست. کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 سوال 82. اصطلاح آشیانه خالی تداعی کننده کدام دوره از تحول است؟ 1. کودکی، 2. جوانی، 3. میانسالی و 4. پیری. گزینه صحیح ما گزینه 3 یا همون میانسالی هست. این اصطلاح یعنی اصطلاح آشیانه خالی در مورد افراد زمانی به کار برده میشه که بچه‌هاشون خونه رو ترک کردن، ازدواج کردن یا به دانشگاه رفتن و این افراد تنها شدن در سن میانسالی.